هر پیامی که فرستاده میشه سه جزء داره. جزء اول من گوینده هستم، جزء دوم شنونده هست و آنچه که بین ما چی میشه رد و بدل میشه. پیام آنچه که من میفرستم یک 10% آن چیزی که من به شما میگم. خب؟ کانتنت. بله. مثلا میگم در بدن، لطفا در بدن. خب اینا میشه چی؟ 10% تأثیر داره. حالا 30% لحن منه که تأثیر گذاره و 60% نوع چی؟ زبان بدن منه، بادی لنگویج منه که تأثیر گذاره. مثلا بهتون میگم که این آشغالا رو همه نذاشته بیرون. خب میتونم بگم میشه آشغالا رو بذاری بیرون؟ یه بار نشد تو آشغالا رو سر وقت بذاری بیرون. خب کجون؟ من که بعد آشغالی رو گذاشتن؟ بس وظیفه تو چیه تو این خونه؟ خب تأثیری که من میذارم با صدام روی مخاطب خیلی مهمه. و سعی بکنید که شما هم یه خواهش میشه بذاری بیرون؟ لطفا آشغالا رو بذار بیرون. خب بابا تو نه نه خودم میذارم. خب اصلا زحمت نکش، حیف دستات نیست که به آشغالا بخوره. بنابراین خودتون دقت بکنید ببینید که به عنوان مشاور از چه نوع لحنی استفاده میکنید. صداتون رو ضبط بکنید، به صدای خودتون گوش بکنید، حتی خودتون فیلم بگیرید، فیلمتون رو نگاه بکنید، ببینید زبان بدنتون چجوریه. توی مشاوره به مراجعتون هم دقت بکنید، از درک میان زن و شوهر چجوری میشینن، آیا نزدیک هم میشینن، با هم فاصله دارن، بچه رو میذارن وسط. اینا همه نشون میده که اگه بچه وسطه، یعنی با بچه مثلث‌سازی شده، مادر چیکار میکنه؟ با بچهش صمیمی میشه بر علیه پدرش. که ما باید مثلث‌زدایی بکنیم اینجا، ازشون بخوام که خب عزیزم مثلا به بچه میبشین شما اینجا، زن و شوهر رو میذاره پیش هم، تا اینطوری بیاییم مرزهای بین اینها رو چکار بکنیم، پررنگ‌تر بکنیم و اون زیر منظومه زن و شوهری قوی‌تر بشه. همیشه باید پدر و مادر قدرت بیشتری نسبت به بچه داشته باشن، نه اینکه بچه بیاد رو سر پدر و مادر بشینه. دیگه در این صورت هیچ قانونی در این خونه ما نمیتونیم ایجاد بکنیم و بچه ها از اون تبعیت بکنیم.